آتنا الهه خرد چند راه برای کار کردن با انرژی فوقلاده او. من استدلال می کنم که آتنا یکی از رایشترین خدایان یونانی در پرستش مدرن است. فقط یک الهه خرد نیست بلکه الهه جنگی و حامی قهرمانان و نمادهای توانمندی زنان است. نه زنان به عنوان نقش مادری به عنوان فرد او را برای محافظت انتقام شفا قدرت و شجاعت صدا میزنند نحوه کار با آتنا الهه یونان باستان را در اینجا میآموزید. آتنا که با نام آتن و همیشه قدرتمند نیز شناخته می شود با تجهیزات جنگی کامل از ذهن زئوس متولد شد او به سرعت فرزند مورد علاقه زئوس شد آتنا الهه چیست او قبل از هر چیز الهه جنگ و خرد است ریشه او ممکن است قدیمی تر از یونان باستان باشد او می تواند از لیبی باستان باشد که در آن الهه مار بود در اساطیر یونانی آتنا محافظ مردم خود است اما به راحتی خشمگین می شود و مستعد حسادت است او را الهه همسر خود بالاتر از دیگران قرار دهید و او پاداش وفاداری شما را خواهد داد اگر قصد همکاری با آتنا را دارید بدانید که او قدردان و وفاداری و قهرمانی است با آفریدوت و آرس را تحقیر می کند بهتر است این خدایان را از آتنا دور نگه دارید اگر توی مهرابتون دارین جدا بذارین یه متعد. برخی معتقدند آتنا در اصل یک الهه باروری باستانی است بهتر است بگیم بوده است زیرا اولین نمادهای او شامل جغدها و مارها بودند. هر دو حیوانات مقدس قدرتمند مرتبط با باروری و الهه های زمین مادر هستند. راههایی برای کار با آتنا، الهه جنگ در تمرین همانطور که قبلا گفته شد اگر قصد دارید با آتنا کار کنید بدانید که او میتواند حسادت کند و به راحتی عصبانی شود با توجه به آنچه گفته شد بسیاری از افراد تمرین کننده رابطه کاری با آتنا را سودمند یافتند او به ویژه عاشق سربازان آهنگران و کشتی سازان است و آتنا الهی خرد برای برکت و محافظت از عروسی ها و کسانی که میخواهند باردار شوند می آید. روش اول استوره های آتنا را بخوانید و مطالعه کنید. افسانه های یونانی آنقدر عمیق و از که می توانید مطالبی در مورد آتنا بیابید. با استوره ها و داستان های که در مورد اوست رابطه برقرار کنید، بخونید. از جمله تئوری های ریشه واقعی لیبیای او شروع می شود. سپس تمام اسطوره های یونانی مربوط به آتنا را بخوانید مرگ مدوسا داستان آراخنه نبرد های آتنا با خدایان دیگر آتنا و راکلس و نقش او در اودیسه همچنین درباره تجربیات و افکار افراد دیگر که با آتنا الهه خرد یونانی کار می کنند بخوانید با شناخت ماهیت آتنا از طریق اسطوره های او خواهید فهمید که چگونه او را آرام کرده و از عصبانی کردن او پرهیز کنید. شماره دوم فضای مقدس را راه اندازی کنید. محراب مخصوص اون رو بسازید. برای آتنا الهه فضای محراب ایجاد کنید. یک قفسه پیشخان بوفه یک کنج را به کار آتنا اختصاص دهید سعی کنید این جور چیزها توی اتاق خواب جایی که میخوابی نباشه یک جایی باشه که آرام باشه آرامش داشته باشه جایی که گیم میکنین تلویزیون میبینی نباشه سپس کاسه های نظری شم بخور و دستگاه بخور منظور دستگاه های الکترونیکی نیست منظور چیزایی هست که توش ام... اودهای طبیعی رو میذارید و بخور میدین یا اسماج. دعا به آتنا و کار کردن با انرژی او در مکانی مهراب مانند و بهتر هست روی زمین بشینید. اتصال با زمین برقرار میشه مثل بالشتک های کوچیکی که برای یوگا هست. برای ایجاد یک رابطه ایمن با این الهه مفید هستند. به علاوه این باعث می شود که او احساس دوست داشتن و استقبال کند. شماره سوم پیشنهادات مناسب خدایان همیشه به پیشکش علاقمند هستند آتنا نیز از این قاعده مستثنا نیست او نور شم و بخور و همچنین شراب زیتون اصل انار و هدایای هنری مانند شعر آهنگ صنایع دستی و پارچه‌های بافته شده مجسمه‌ها و غیره را ترجیح می‌دهد غسل کردن مجسمه تصویر او در آب رودخانه برای تمیز کردن، محس کردن و اقلامی برای این ماجرا دوست داشتنی است. مخصوصا غسل کردن با دود اود. مانند تصاویر و تصاویر کشتی و اشیایی در مورد دریا. شماره چهارم جغد شب باشید یا چطور بگم شب بیدار باشین شب زنده دار باشین وقتی آتنا را به فضای تشریفاتی خود فرا میخوانید یا از او در یک کار جادویی کمک میخواهید این کار را در شب انجام دهید کشیش های آتنا همیشه شبها به او احترام میگذاشتند و با انرژی او کار میکردند به همین دلیل به آنها شب جغد یا جغد شب میگویند جغدها حیوان مقدس آتنا هستند. شماره پنج مطالعه به حمایت از جغدها پرنده مقدس آتنا حیوان مقدس آتنا جغد است. جغدها برای احترام به او مطالعه می شوند. زیستگاه آنها، انواع جغدها، صدای جغدها، مجسمه جغدها، پول یا زمان خود را به جغدها اهدا کنید. شماره شش از آتن یونان دیدن کنید یا در مورد اون مستند ببینین اطلاعاتتون رو بالا ببرین معبد اون رو توی آتن ببینید اگر تونستین حتی مسافرت کنید به اونجا شماره هفت هنر و صنایع دستی برای آتنا الهه فلسکاری از آنجایی که آتنا الهه فلزکاری فلسکاری، آهنگری و هنرهای داخلی است، هر مهارتی در این زمینه ها به دست آورید، خدمتی فعال و افتخارآمیز برای اوست. ساختن زیبرالات فلزی را یاد بگیرید یا وارد شوید و یا شروع به یادگیری کنید. مهارت خیاطی، بافندگی، گلدوزی شماره هشت به آتنا در روز سوم ماه سوم ماه تاریک احترام بگذارید آتنا روز سوم هر ماه تولدش را جشن میگیرد هر ماه در این شب به آتنا هدیه بدهید و با او وقت بگذرانید و شاهد شکوفایی این رابطه باشید او همچنین شب اول ماه تاریک را ترجیح میدهد میگیم تاریک چون شب اول ماه خیلی کمه به دنبال خرد باشید شماره نهم از آنجایی که الهه خرد یونانی است هر گونه تلاش برای دانش باعث افتخار اوست ادامه تحصیل خود را در نظر بگیرید کتابهایی را بخوانید که منشأ علمی دارند این کار شما صادقانه او را خوشحال می کند. شماره ده یک سلاح برای آتنا بکار بگیرید از آنجایی که آتنا الهه جنگ است یادگیری استفاده از هر نوع سلاحی مناسب است آتنا به خصوص از نیزه شمشیر بسیار لذت می برد اما تیراندازی با کمان نیز مناسب است شما برای اینکه با هر کدوم از الهه ها شروع به کار بکنید اول باید منشأ تاریخیش رو بدونید علایقش رو بدونین و اینکه از چه چیزهایی بدشون میاد و عصبانیشون میکنه و کم کم یاد بگیرین که انرژی شما هم سطح کدوم هست و با همون پیش میرین موفق باشید روزهای خوبی در پیش داشته باشین و پر انر...